بر خط مهمترین خبرها، دستور طالبان به شیعیان در بلخ، درگیری شدید در ولایت بغلان، ولسوالی خوست فرنگ، دستگیری مردی که مادرش را فروخته بود. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یک از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما، کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. مردی در هرات که مادرش را به فروش رسانده بود بازداشت شد. 8 صبح هرات، طالبان در هرات از بازداشت یک تن در این ولایت که مادرش را به فروش رسانده بود خبر می دهند. مسئولان طالبان در هرات می گویند که روز پنجشنبه 13 اسد یک تن را در ولسوالی گذره این ولایت که مادرش را در بدل 450 هزار افغانی فروخته بود بازداشت کردند. در عین حال با نقل از صفحه فیسبوک صبح کابل که می نویسد نبردها در ولسوالی خوست ولایت بغلان، طالبان باشندگان چندین روز را کوچ اجباری دادند. گفته می شود که در جریان درگیری میان دو طرفه 3 جنگجوی طالب کشته شده و 2 نفر دیگرشان زخمی شدند. در این درگیری ها به نیروهای مقاومت ملی آسیب نرسیده است. صبح کابل می نویسد منابع محلی در ولایت بغلان می گویند که طالبان باشندگان چندین دره و روستا را در ولسوالی خوست این ولایت کوچ اجباری دادند. منابع بر روزنامه صبح کابل گفت که درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت از 5 روز به این طرف در قرارگاه دره سوچی و ولسوالی خوست ولایت بغلان ادامه دارد. به گفته منبع طالبان با همکاری جنگجویان پاکستانی از چندین طرف بر قرارگاه سوچی حمله کردند، اما با مقاومت شدید نیروهای مقاومت این حملات دفع شده است. این در حالی است که اندپندنت فورسی می نویسد دستور طالبان به شیعیان در بلخ پرچمهای ازارا پایین بیاورند. ماموران طالبان گفتند که دستور پایین کشیدن پرچمهای عاشورا از مکانهای عمومی از سوی رهبری این گروه صادر شده است. گزارش از مختار وفایی، ماموران اداره امر معروف و نهی از منکر طالبان، روز چهارشنبه 12 این ماه به پیروان مذهب تشیع در ولایت بلخ دستور دادند که پرچمهای عزاداری عاشورا را از بامهای خانه ها، سر در مغازه ها، خودروها و جاده ها جمع کنند. این دستور صبح چهارشنبه از سوی ماموران طالبان به مردم ابلاغ شد و تا عصر چهارشنبه تمامی پرچمها از مکانهای عمومی جمع شدند. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراهمان بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.